سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. در مورد برنامه ریزی یه سری تیپا و نکاتی رو گفتم توی ویدیو قبلی که لینکش رو توی دیسکریپشن گذاشتم، اما توی ادامه اون تیپا یه سری نکات دیگه ای هست که واقعا به درد میخوره و باعث میشه که شما روی برنامه ریزی روزانتون از دیدگاه من در واقع موفق تر باشید و بتونید یک برنامه ریزی درستی رو داشته باشید واسه تک تک دقایق روزتون. ببینید، اولین چیزی که خیلی مهمه به نظر من در ادامه اون نکته که شما بتونید یک تعادلی رو بین فیزیکتون و ذهنتون ایجاد بکنید. خب یه لینکی گذاشتم توی دیسکریپشن، این مربوط به یک ویدیوی توی تد تاک هستش که در مورد این صحبت میکنه که آقا دانشمندان ثابت کردن که علنا وقتی که شما فعالیت‌های جسمی دارین بازدهی ذهنتون چند برابر میشه. وقتی بازدهی ذهنتون چند برابر میشه، خود به خود فعالیت روزانه‌تون منظم‌تر میشه و خیلی روی زندگی روزانه‌تون تأثیر میذاره. این ویدیو تد تاک رو میذارم، حتما ببینینش. خلاصش اینه که هر چقدر شما فیزیکال اکتیویتیتون بیشتر باشه، خود به خود باعث میشه که بتونید برنامه بهتری داشته باشین واسه زندگیتون، واقعا تمرکزتون روی بخش‌های مختلف زندگیتون بهتر باشه و همینی که باعث میشه شما یک زندگی فعالتر و پویاتری داشته باشین و نتایج بهتر. دومین چیزی که خیلی مهمه بچه‌ها به نظر من، علاوه بر داشتن فیزیکال اکتیویتی، داشتن رژیم مناسب هستش. ببینید مثلا بچه‌هایی که کنکور دارن کاری که میکنن اینه که یک سال مونده به کنکور بهشون میگن آقا رژیم‌های خاص داشته باشید، رژیم‌های غذایی خوب داشته باشید. ببین این اصلا چیزی نیست که بخواین فقط توی بازی زمانی خاص رعایتش بکنین و بعد دیگه بذارینش کنار. 100% داشتن یک رژیم غذایی خوب کمک میکنه که شما بتونی تمرکز کنی روی تمام کارات. خب و داشتن رژیم غذایی واقعا چیز ساده ای نیست، چون از یه طرفی میاد همین رژیم غذایی فیزیکتون رو درگیر میکنه و وقتی که فیزیکتون درگیر میشه، خود به خود اینجوریه که کلن برنامه روزانه‌تون رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. بنابراین داشتن یک رژیم غذایی هم 100% چیزیه که باعث میشه شما در طول روز بتونید کاراتون رو بهتر انجام بدید. و سومین چیزی که از دیدگاه من خیلی مهم هستش، بس اینه که شما خیلی وقتا نمیتونی تمرکز بکنی یا خیلی وقتا اعتماد به نفسشو نداری. من خیلی یار دیدم خیلی کارا رو شروع میکنم، مثلا این بدنسازی که مثلا میخوام برام شروع میکنم یا درس خوندن واسه یه هدف خاص رو شروع میکنم، وسطا رو یهو ول میکنم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اولا تمرکز ندارن، دوم اینکه اعتماد به نفس ندارن، فکر میکنن که این کار بسیار کار سختیه و از عهده‌شون بر نمیاد. من به شخصه به استعداد اصلا اعتقادی ندارم و فکر میکنم همه چیز میشه با سخت کوشی به دست بیاد. برای اگه شما یه نفر رو میبینی که مثلا استایل خوبی داره، فیزیک خوبی داره، یا تو زندگیش موفقه، نمیدونم درس خوندنش موفقه، تو کاراش موفقه، فقط و فقط نتیجه سخت کوشیشه و اینه که خواسته این سخت کوشیشو در واقع نشون بده و ثابت کنه. هیچ استعدادی رو شما نمیتونی بدون سخت کوشی شکوفا کنی. خب اون آدمای محدودی که 1 در 100 هزار هستن، یک میلیون هستن رو واقعا در نظر نگیرید. تنها چیز و بهترین چیز اینه که تمرکز داشته باشین و اعتماد به نفس داشته باشین. این اعتماد به نفس خود به خود باعث میشه که شما پویاتر بشی، فعالتر بشی، تو برنامه‌ریزی روزانه دقیق‌تر بشی و 100% اون چیزایی که حالا واسه خودت هدفه رو به دست بیاری. به نظر من توی زندگی روزانه این که بخوای یه برنامه‌ریزی دقیق داشته باشی، اون نکاتی که توی ویدیوی قبلی گفتم و این 3 تا نکته‌ای که امروز گفتم یک مجموعه، یه پک کامل رو شامل میشه که شما بتونی اون چیزی که می‌خوای، اون چیزی که واقعا آرومت می‌کنه رو به دست بیاری. یه ویدیوی بود راجع به برنامه‌ریزی کردن در زندگی روزانه، امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. خیلی ممنون کانال رو سابسکرایب می‌کنید و امیدوارم روز خوبی داشته باشید.